کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید تا به سرزمین جاوید شیرازه قشون قارون گسیخته شد و پیادگان و سواران بدون اینکه مقصدی داشته باشند در دشت پتریا از هر طرف گریختند و بعضی از آنها گرفتار دم تیق یا نیزه یا گرز و تبر سربازان ایرانی شدند و به هلاکت رسیدند دران هنگام در آن هنگامه در قشون ایران سستی راه نیافت و هیچ افسر و سربازی نگریخ چون همه میدانستند که در آن روز ممکن است آن واقعه اتفاق بیفتد و ما گفتیم که آن واقعه بر اثر عبور سیاره ایکاروس از نزدیکی زمین اتفاق افتاد تاریکی و طوفان سهنگین بیش از چند دقیقه طول نکشید ولی در همان چند دقیقه قشون قارون متلاشی شد و آن پادشاه بعد از روشن شدن فضا و توقف باد نتوان سربازان فراری خود را جمع آوری نماید. چون ارتش کوروش بر سرعت حرکت خود افسود و قارون و فراریان دیگر را تعقیب کرد تا نگذارد پادشاه لیدی فراریان را جمع آوری کند و باز راه را بر ایرانیان ببندد قشون ایران آن روز تا غروب آفتاب فراریان را تعقیب می کرد و در امتداد مغرب می رفت و کوروش متوجه بود که در راست و چپ یعنی شمال و جنوب او دسته هایی از فراریان قشون قارون باقی نمانند تا از عقب حمله ور شوند و برای ایرانیان تولید درد نمایند انگام غروب آفتاب قشون ایران به جایی است که دو کوه شمالی و جنوبی به هم نزدیک شدند و در ای به وجود آمد کوروش در آنجا فرمان توقف و ایجاد اردوگاه را برای استراحت سربازان صادر کرد اما دید که در طرف مغرب دودی قلیز به آسمان می رود و بعد از اینکه شب فرا رسید کوروش و سربازان مشاهده کردند که آنقدر آتش افروخته شده که آسمان در طول و عرض چندین فرسنگ از شعله های آتش قرمز رنگ است با اینکه شب بود کوروش ادعی را برای کسب اطلاع و اکتشاف فرستاد و آنها مراجعت کردند و گفتند ما نتوانستیم چیزی ببینیم و بفهمیم زیرا همه جا آتش است و آنقدر حرارت آتش شدت دارد که نمیتوان به آن نزدیک شد کوروش با شگفت از بلدها پرسید مگر در اینجا چقدر هیزم یا درخت خشک وجود دارد که یک چنین حریقی ایجاد شده آنها گفتند اینجا هیزم و درخت خشک نیست اما در ای که در پیش از پر از درخت های روغن دار می باشد و آن درخت های سبز وقتی آتش بگیرند چون چوب خشک می سوزند. قارون برای اینکه پیشرفت قشون ایران را به طرف پای تخت خود یعنی سارد به تغییر بیندازد متوسل به یک مانور مؤثر و میتوان گفت لرز آور شد و آن سوزانیدن تمام درخت های دار در سر راه قشون کورش بود و به این جهت کورش روز بعد و روزهای دیگر نتوانست که وارد آن دره در و به سوی شهر سارد برود مدت هفت روز در آن تنگه موسوم به تنگه پتری یا های آتش به آسمان میرفت. و بعد از اینکه شعله ها فرون نشست و دود از بین رفت طوری سنگ های کوه گرم شده بود که هر کس قدم به آن تنگ میگذاشت از حرارت آتش میسوخت. پس از اینکه آتش خاموش شد باز کوروش مدت هفت روز مقابل تنگه پتریا معطل بود و نمی توانست از آن عبور نماید اگر میخواست از راه دیگر برود مجبور میشد که برگردد و راه آمده را بپیماید تا بتواند ها را دور بزند و آن کار مستلزم صرف اوقات زیاد بود بعد از اینکه یکصد روز از بهار گذشت هوا ابری شد و باران باریدن گرفت و کشاورزان محلی و به خصوص آنهایی که باخهای انگور داشتن آن باران را انگور شوران می خاندن. یعنی بارانی که خوشه های انگور را که هنوز ترش بود می شوید و آن را برای رسیدن و شیرین شدن آماده می کند. باران مزبور کوه ها را شست و سنگ های گرم را خونه کرد و روز بعد قشون کورش با احتیاط وارد آن تنگ شد. پادشاه ایران دید که عبور قشون او از راهی که در تنگ وجود داشت بسیار خطرناک است زیرا حرارت آتش قسمت از سنگ را پخته چون آهک کرده بود و وقتی سربازها قدم روی سنگ ها می گذاشتن یا چهار پایان قشون از روی سنگ عبور می کردن تخت سنگ های بزرگ خورد می شد و در هر قدم ممکن بود که سربازان و اسبا و قاطرها به دره پرتاب شوند و به قتل برسند کوروش مجبور شد که برای عبور خود از آن تنگ جاده اهداس کند و اده از سربازان او با کلنگ سنگ های پخته را که سطح خارجی جاده و کوه بود در هم می شکستند. و با بیل سنگ ها را در دره می ریختن و راهی بل نسب هموار و محکم به وجود آوردند تا اینکه سربازان و چهار پایان قشون بتوانند از آن عبور کنند کوروش به اطرافیان خود گفت دره ای که منتهی به پل چند وند می شود اینقدر تیره و غم آور و عبور از آن دشوار نیست پل چندوند بر وزن الوند پلی بود که به عقیده ایرانیان اموات باید از آن عبور کنند تا اینکه به بهش برسند و از سعادت سرمدی برخوردار گردند منظور قارون از آتش زدن درخت های سمقدار دره پتریا این بود که عبور قشون کوروش را از آن تنگه به تاخیر بیندازد و از این حیث میتوان گفت که به موفقیت کامل رسید چون هموار کردن راه در تنگه پتریا عبور قشون ایرانی را خیلی به تغییر انداخت. قشون کوروش در 100مین روز بهار وارد آن تنگه شد و در یک سد و, سی و مین روز بعد از بهار اولین قسمت ارتش ایران از آن تنگه خارج شد. در تمام آن مدت سربازان ایران راه را برای عبور خود هموار می کردند و در کوههای اطراف نگهبانی می نمودن تا اینکه قافل گیر نشوند. کوروش مجبور بود که برای قشون بزرگ خود از عقب آزوق فراهم کند و همواره مراقبت می کرد که رابطه اش با عقب قطع نگردد. اگر در آن ایام که قشون کوروش در تنگه پتریا بود قارون از پای تخت خود قدم بیرون می نهاد و ادعی از سربازانش را مأمور می کرد که مدخل و مخرج تنگه پتریا را ببندن قشون کوروش تا آخرین سرباز در آن تنگه هولناک به قتل می رسید. اما پادشاه کشور لیدی متوجه نشد که تنگه پتریا برای قشون عظیم کوروش که هر روز احتیاج به آزوقه فراوان و آب زیاد دارد قتلگاه است و او می توانست فقط با قطع رابطه کوروش با عقب ارتش ویران نابود نماید ولی نکرد مورخین یونانی در مورد عقب نشینی ده هزار سرباز یونانی از ایران به یونان داد سخن داده ان و آن عقب نشینی را از شاهکارهای جنگی دانسته ان. به طوری که در موقع خود گفته خواهد شد و عبور قشون کوروش را از تنگه پتریا یک واقعه عادی تلقی کردند اما جستین مورخ رومی که در قرن دوم بعد از میلاد میزیسته متوجه اشکال و اهمیت عبور قشون کوروش از تنگه پتریا شده و میگوید هر سردار جنگی دیگر بود با قشون خود در آن تنگه معدوم میگردید یا در قبال اشکالات عبور از آنجا عقب می نشست و از رفتن به سوی پای تخت لیدی صرف نظر می کرد ولی کوروش آنقدر پای داری کرد تا اینکه سربازانش از آن تنگ عبور کردند و در تمام مدتی که قشون ایران در آن تنگ بود از عقب وسایل زندگی به سربازان و علیق به چهار پایان می رسید وقتی کوروش از تنگه مزبور گذشت در کشور لیدی اولین نسیم خوش که نشان میداد پاییز نزدیک است میوزید کوروش در آن موقع در قلب لیدی حرکت می کرد و تصور می نمود که در پس هر سنگ و هر درخت یک سرباز قارون کمین گرفته تا قشون ویران نابود نماید ولی کسی به قشون کوروش حمله نکرد تا اینکه از دور شهر سار پای تخت کشور لیدی نمایان شد منظره شهر سار که به اسم سردیس و سردی هم خوانده و نوشته شده از طرف مشرق یعنی در نظر مسافری که از مشرق می آمد منظره ای بود عجیب و باشکوه و کسی که یک بار آن منظره را میدید هرگز فراموش نمی کرد. تمام مورخین و جهانگردان قدیم و حتی مورخی چون استرابون منشی اسکندر که یک مورخ خشک بود و در تاریخ او پیرایه‌های ادبی و شاعران دیده نمی‌شود این موضوع را تصدیق کرده اند. شهر سارت از این جهت آسمانی جلوه می کرد که وقتی یک مسافر از مشرق می آمد می دید که آن شهر را بالای تپه و دامنه کوه ساخته اند و از مشاهده عظمت و شکوه آن شهر مبهوت می گردید. در آن شهر آنقدر معبد و کاخ که دارای منارهای بلند و مزین به طلا و ارغوان و لاجورد بود به چشم مسافر می رسید که فکر می کرد شماره معبدها و کاخهای سارد از شمار افزون است. اطراف شهر دو حصار از سنگ ساخته بودند که بین آن دو بیست زر فاصله وجود داشت حسار شهر چه در ارتفاعات و چه در قسمت کم ارتفاع شهر را در بر می گرفت و در هر نقطه دشمن خود را مقابل یک حصار مضاعف به ارتفاع ده زر می دید و بدون اینکه در هیچ نقطه حصار مزبور در سیلگیر قرار گرفته باشد سارد مرکز تجارت آسیا و اروپا بود و زیباترین و با تجملترین شهر آسیا به شمار می آمد. مسافری که از مشرق به سوی سارد می رفت مشاهده می کرد که یک خیابان از شهر جدا شده و به سوی مشرق امتداد دارد. در دوره ای که کوروش به سارت نزدیک شد طول آن خیابان 20 کیلومتر و از مغرب به سوی مشرق بود و دو طرف خیابان درخت کاشته بودند و تا چشم کار می کرد در دو طرف آن معبر قبور مردم سارد به چشم می رسید. قبور افراد عادی در زمان حیات آنها به خرج خودشان ساخته میشد. اما قبور سلاطین را مردم سارد می ساختن و هر طبقه مقداری زر می داد و آن طلاها را روی هم می و قبر سلاطین را می ساختند هنگامی که کوروش به سارد نزدیک شد یکی از قبور قبر آلیات پدر قارون بود که مورخین ادوار بعد مثل هرودوت و استرابون و غیره آن قبر را دیده بودند و در کتب خود وصف آن را کرده اند. قبر آلیات پدر قارون که در زمان حیات پادشاه لیدی بود هفتاد زر ارتفاع داشت و آن بنا را با سنگهای های رنگا رنگارنگ ساخته بودند. در بالای بنای مزبور کتیبه ای دیده میشد که در آن میزان طلایی که هر طبقه از مردم برای ساختن آن بنا پرداخته بودند به چشم می رسید. هرودوت که آن کتیبه را خوانده بود نوشت که سهم زنهای روسبی شهر بیش از طبقات دیگر بوده است. هرودوت می نویست بنای قبر آلیات از حیث ارتفاع و طول و عرض به حرم بزرگ مصر که آن هم قبر است نمی رسد. ولی از آن زیباتر است و آنقدر محکم می باشد که من تصور نمی کنم تا ده هزار سال دیگر ویران شود. هرودوت فکر زلزله را نکرده بود و آنچه قبور سنگی با عظمت مردم سارد را ویران کرد زلزله بود. باز هرودوت می گوید کسی که بخواهد قبور شهر سارد را تماشا کند باید یک یا دو سال هر روز به قبرستانی که در دو طرف خیابان بزرگ قرار گرفته برود و بنای قبور را از نظر بگذراند تا ببیند چه اندازه سلیقه در ساختمان آن ابنیه به کار رفته است هرودوت در شهر سارد از همه چیز لذت می برد. اما زیبایی دختران جوان آن شهر و همامهای های بزرگ آن بیشتر او را محزوز کرده بود در سارت همام وجود داشت بسیار وسیع و در بعضی از آنها تا دو هزار مشتری پذیرفته میشد. مردم برای شستن بدن به خصوص برای تفریح به آن همام ها می رفتند و به قول هرودود وقتی تشنه شدن در جامهای الکتروم برای آنها شربت خونک می آوردند و وضع طبیعی سارتوری بود که در فصل تابستان در آنجا یخ به مقدار زیاد به دست می آمد پاورقی الکتروم که نباید آن را با الکترون که به معنای کهربا از اشتباه کرد یک نوع آلیاژ بود از طلا و نقره و 55 درصد انتلا و درصد آن طلا و چهل و درصد نقره داشت از آن آلیاژ ظروف زیبا و به خصوص جام برای نوشیدن شراب و شربت می ساختن و زیبایی ظروف الکترومسارد معروف بود آن ظروف را به کشورهای دیگر از جمله ایران میبردند. مترجم اگر ما بخواهیم آنچه را در آثار مورخین قدیم راجب سار دیده می شود ذکر کنیم باید ماها راجب آن شهر شگفت انگیز حرف بزنیم لذا به اختصار برگزار می کنیم و می گوییم که شهر سار در دنیای قدیم مرکز تجارت و تجمل و عیش بود از آن شهر انواع کالاها به کشورهای دیگر صادر میشد و از جمله یک عطر دلپذیر به اسم عطر بکری بر وزن عطری در شیشه های کوچک و سربسته دارای مارک عطر فروش از آن شهر به کشورهای دیگر از جمله ایران صادر میشد. این را گفتیم تا بدانیم عطر فروشان امروزی پاریس و لندن مبتکر نیستند و 25 قرن پیش از این عطر فروشی با و مارک در سارت رواج داشت روزی نبود که در شهر سارد یک بازار مکاره گشوده نشود و بازرگانی شهر آنقدر وسعت داشت که هر روز در آنجا بازار مکاره آراسته میشد. در آن بازارها هر قوم کالاهای خود را می فرخت. مردم سرزمین پتریا یا همان منطقه ای که کورش از آن گذشت پشم و روده و گندم خود را در آن بازارها می فرختن. و مردم سرزمینی که امروز ازمیر است چهار پایان خیش را در آن بازارها به معرض فروش می گذاشتن. یونانیان پارچه های زربف و ظروف سفالین قشنگ خود را در بازارها عرضه می کردند و مردم هاتی در آن بازارها شمشیر و سپر و کارد و کلا خود می فروختند و مردم بابل با صدای بلند در آن بازارها مبادرت به فروش تلسم می کردند. تلسمهای های آنها بنابر گفته خودشان خواص متعدد داشت علاوه بر اینکه در قبر انسان را از مزاحمت نکیر و منکر مسون می کرد و در این دنیا مانع از گزیدن اقرب و مار می شد در حالی که مردم در بازارها مشغول خرید و فروش بودن مردان بومی شهر سارد با لباسهای فاخر و آرایش کامل سوار بر عرابه یا پیاده در خیابانهای شهر عبور می کردن. آرایش مردهای سارد آنقدر مفصل بود که آرایش زنهای اشراف فرانسوی را در دوره سلطنت لوئی پانزدهم و شانزدهم تحت الشعا قرار میداد مردهای سارد ریش و سبیل را میتراشیدند و ابروها را به دست مشات باریک و کمانی میکردند بر صورت و لب گلگونه می مالیدن و از گوش گوشواره و از گردن گردن بند می آویخدن. آنقدر عطر به خود می زدن که وقتی عبور می نمودن تا مدتی بوی عطر از فضا استشمام میشد. در شهر سارد مردان خود را مثل زنهای امروزی می آراستن اما زنها از آرایش خودداری می کردن. هرودوت و پولین و جستین که هر سه از مورخین معروف قدیم هستند میگویند که به مناسبت آرایش مفرت مردها تو با تجمل پرستی و علاقه زیاد به انعقاد مجلس عیش در شهر سارد انحراف جنسی رایج بود در حالی که عرابه ها در شهر حرکت می کرد و مردان با لباسهای فاخر و آرایش کامل در معابر قدم می زدند، از اطراف شهر صداهای شیپور به گوش می رسید. آن صدای شیپور معمورین راهنمایی بود که حرکت عرابه ها را در چهار راه ها منظم می کردند و مثل امروز قسمتی از عرابه ها را متوقف می نمودند و به دسته دیگر راه می دادند که عبور کنند. غذا پختن و غذا خوردن در شهر سارد دارای اهمیت بسیار بود و تباخان ماهر در خانه اشراف و مهمانخانه ها درآمد زیاد داشتند تباخان شهر سارد علاوه بر طبخ اغذیه گوناگون شیرینی هم می پختند پاورقی شیرینی های موسوم به فرانسوی را شیرینی پزی های فرانسوی ابداع نکرده اند. بلکه تباخان تب شهر سارد آن نوشیرینی را که امروز در هر قنادی میتوان یافت اختیرا نمودند دلیل این گفته در کتاب قضا و شیرینی پختن تعلیف آرشسترات نویسنده و شاعر اهل سارد وجود دارد. این کتاب که در 2500 سال قبل از این نوشته شده اولین کتاب تباخی می باشد که در جهان به رشته تحریر درآمده و در آن دستور تبخ پنجا نو شیرینی غیر از انواع عقضی نوشته شده است مترجم جنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه در کتاب خاطرات خود می نویسد که در جنگ جهانی دوم با سمت رئیس حکومت فرانسه به شوروی مسافرت کرد و استالین نخست وزیری شوروی به افتخارش یک مهمانی شام داد و او و میهمانان ساعت هشت بامداد از پشت میز برخاستند. جنرال دوگل این واقع را از چیزهای دیدنی دانسته و آن را به طرزی برجسته در خاطرات خود ذکر نموده است ژنرال دوگل که مردی فاضل است و تاریخ خوانده شاید میداند که زیافت های طولانی مردم روسیه یادگار زیافت های طولانی مردم شهر سارد می باشد. آن نو زیافت از سارد به کشورهای دیگر از جمله به بیزانتیوم یعنی استانبول سرایت کرد. و در دوره موسوم به روم کوچک در استانبول یعنی قسطنطنیه رایت شد و از آنجا به روسیه رسید در شهر سارد زیافت ها سه شبان روز طول می کشید و در آن مدت طولانی میهمانان به خوردن و نوشیدن اشتقال داشتند برای اینکه اشتهای آنها از بین نرود اغذیه و نوشیدنی های گوناگون به آنها تقدیم میشد و چون هر قدر انسان پرخور باشد عاقبت سیر می شود بعضی از میهمانان کنار سفره به خواب می رفتن و بعضی دیگر از غذا و شراب به نشات می آمدن. و سپس بر می‌خواستند و به سوی یکی از معابد میرفتند تا از پذیرایی دختران برخوردار شوند ما بیش از این راجع به پای تخت کشور قارون صحبت نمی کنیم. چون اگر به اختصار برگزار نشود وصف شهر سارد به انتها نخواهد رسید و همین قدر میگوییم که چونین بود شهری که کوروش پادشاه ایران در روز 131 بعد از آغاز بهار 546 قبل از میلاد آن را تحت محاصره قرار داد دنیای کتاب صوتی